با سلام و درود به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو و تلویزیون مانی، من مجید آژنگ در برنامه امروز میزگرد هفتگی در رابطه با زلزله در بی‌اعتمادی های موجود در جامعه نسبت به حاکمیت اسلامی در برنامه امروز 1 آذر برابر با 22 نوامبر 2017 با دوستان عزیز که در این برنامه مهمان ما هستند در رابطه با زلزله اخیری که در استان کرمانشاه روی داد و فجایع بسیار گسترده‌ای بر جای گذاشت و ما ضمن تسلیت به تمام هموطنان عزیزمون در سراسر ایران و به خصوص مردم کرمانشاه و استان بزرگ در واقع کرمانشاه و شهرها و روستاهای اطراف که بیش از 10 شهر مورد صدمه قرار گرفته و بسیاری از انسان‌ها جای خودشون رو در حقیقت جانشون از دست دادن. بعد جمله تسلیت به شرکت کنندگان عزیز در این برنامه به مواردی که قرار بوده ما امروز بپردازیم در رابطه با زلزله و اینکه چرا علارغم آگاهی دولت‌ها و حکومت جمهوری اسلامی از فجایعی مثل زلزله این دولت و حکومت هیچ اقدام اساسی در پیشگیری یا محدود کردن در واقع ابعاد این جنایت به کار نبرده و نمیبره. همونطوری که همگان میدانند در بته خب هیچ کدام از ما متخصص این امور نیستیم در رابطه با مسئله زلزله، ولی یک حساب سرانگشتی همیشه انسان میبایست منتظر عواقب و اتفاقات غیر متوقعه و طبیعی باشه و از آنجایی که تاریخچه زلزله در ایران ما یک سابقه طولانی است و بیش از 500 تا 800 هزار نفر در عرض این چند صد دهه گذشته در واقع صدها جان خودشون از دست دادن و در جمهوری اسلامی در واقع تا الان نزدیک به 16 تا بلکه میشه گفت که بیشتر زلزله های کوچک و بزرگ اتفاق افتاد که بزرگترینش در سال 57 اتفاق افتاد و در طبس و درست در بحبوه انقلاب در تاریخ 25 شهریور بود که بیش از 25 هزار کشته بر جای گذاشت و به فاصله 12 سال بعد از اون در سال 69 درست در بعد از جنگ ما فاجعه منجی رو داریم در شمال که اون هم یه بیش از 40 هزار نفر کشته بر جای گذاشت و این آمارهایی است که در واقع خود رژیم جمهوری اسلامی اعلام میکنه که معمولا اینا آمارها بیشتر هستن تلفات متاسفانه. و بحث اصلی اینه که با توجه به این موضوع آیا امکان مقایسه ما میتونیم بکنیم که به فرض که کشورهای دیگه هم که در مسیر زلزله هستند چه اقداماتی انجام دادند که بتونند محدود بکنند این تلفات رو و بتونند این ضایعات رو در حقیقت به حداقل برسونند. جدا از این در رابطه با مسئله باز کمک رسانی ها هست و اینکه مردم اعتمادی به حکومت ندارند و این بحث در واقع ما میخوایم اینجا با چند تا از دوستان در اختیار در میان بگذارم و با آقای فعلی شروع میکنم که ایشون ضمن تسلیت به ایشون در رابطه با این زلزله اخیر چون ایشون اهل کرمانشاه هستند و خانواده‌ای رو در اونجا داشتند و فامیلی که از دست دادن و میخواستم نظر ایشون رو در این مورد به خصوص بپرسم که خود شما چه فکر میکنید و آیا راهکارهایی برای پیشگیری از این هست که جمهوری اسلامی به کار برده باشه یا اساساً چرا جمهوری اسلامی به این مسئله اهمیت ویژه قائل نیست. آقای فعلی از شما خواهش میکنم که نظرتون در این مورد بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست. بله، درود بر شما جناب آژنگ و مانی گرامی که در پشت کارگردانی برنامه رو در اختیار داره و از این تسلیت به تمام هموطنان و همچنین همشهریان هم به خاطر واقعی اخیر زلزله. اما پیرو این بحث جناب آژنگ، اون چیزی که مهم هست از منظر من زلزله فقط تنها نامی بود که با تمام گرفتاری ها و درد و اندوهش ما میبینیم، اما آنچه که زلزله در واقع به وجود آورد یا نشان داد باز شدن یک زخم
کهنه و دردناکی در منطقه غرب کشور، منطقه کرمانشاه یا و باقی جاهایی که از این زلزله در امان نبودند، دردی که تبعیض، فقر و رنجی که این مردم همواره با آن دست و پنجه نرم کردن، در واقع زلزله های همیشگی بوده که و هر روز مردم با آن سر و کار داشتن و دارن، این در واقع نشان داد و باعث شد که حتی ملت ایران هم این درد و رنج رو به چشم خودشون ببینن. و همین که یک باره میبینید این هم موج همبستگی و کمک تا به جایی میرسه که مجبور بشن که جاده رو ببندن یا اونجا چتر امنیتی به وجود بیارن و بسیار بسیار از این جهتش قابل تحسین است. اما خب از لحاظ حرفه‌ای زلزله نگاری یا حوادث غیر مترقبه، اون چیزی که به عوامل اجتماعی برمیگرده ما میتونیم صحبت کنیم، هرچند از لحاظ زمین شناسی تخصص من نیستم، به شما اشاره کردیم. متاسفانه در کنار تمام کمبودهایی که از قبل جمهوری اسلامی در مملکت ما وجود آمده و وجود داره، امر ستات های بحران برای این موقع خلأش کاملا مشخصه و هیچ گونه موردی ما در این زمینه نداریم. حتی با اینکه شما اشاره کردیم ما روی برحالون گسل های زلزله هستیم و هر لحظه ممکنه این امر به وقوع بپیونده، باری متاسفانه دیدیم که در روز اول زلزله تنها ارتش آمد، اونم ارتشی که سرباز بود، سربازهایی که با دست خالی، حتی چراغوی هم در اختیار نداشتن و این دست خالی، من نمیدونم با دست خالی، با قول شما دست خالی فقط باید بر سر کوبید، هیچ کاری نکردن و هیچ اقدامی که از لحاظ آواربرداری که مردم جنازه هاشون رو بیرون بکشن یا از به خاطر اون اسکان زلزله زده ها، هیچ اقدامی تا کنون هم صورت نگرفته و آنچه هست فقط کمک های مردمی بوده که گسیل پیدا کرده به این منطقه و متاسفانه هنوزم مردم در دست به گریبان هستن و مشکل دارن و هنوز از طریق این مسئولین جمهوری اسلامی، از طریق نمیدونم هلال احمر یا ستاتایی که موظفن این کار رو انجام بدن، هیچ کاری و هیچ عملی انجام نشده، با وصفی که رسانه های رژیم هم با تحریف اخبار، از لحاظ تخریب، از لحاظ تلفات که مشاهده کردیم و من طبق اون تماسی که با دوستان در منطقه داشتم و در اونجا هستن، واقعا در حیرتن که چرا و باید همچین باشه. و در شما نمیدونم صدای منو دارید؟ آیا جان مجید گرامی، شما میکروفونتون بسته است. درود، من صدای شما رو الان دیدم که لطفاً میکروفون رو ببندین، چون آقای فعلی گرامی بر صحبت میکنن، بعدش نوبت میرسه به دوستان عزیز که الان وارد اتاق شدن. متشکرم. میتونم صحبت کنم؟ بله، رشته کلام گسست، اما در نهایت اینه که تا این لحظه هم هنوز که طبق تماسی که داشتم مردم در اوضاع بسیار بدی هستند، با توجه به شرایط بد جوی، باران و تگرگ و سرمایی که هست و پراکندگی مردم، هنوز هیچ اسکانی داده نشدن، چادرهایی که دادن جواب نمیده، اکثرا چادر مسافرتی بود، حتی مردم هم فرستادن ولی چادرهای هلال احمر بسیار اندک بوده و حتی اون روز دو سه روز اول هم
مردم رفتم چادر بگیرن، از مردم تقاضای کارت ملی و شناسنامه از این چیزا و خواستن که چادر بدن که خونه که تخریب شده. اینا از به هر حال درود بر شما، صدای منو دارید؟ بله عیسی، من صدای شما میاد الان خدمت شما میرسید. صدای شما قطع و وصل. بله بله آیه فیدی الان آره من صورتی که من صدای شما رو نه شما دوست عزیز الان من خدمت شما میرسم اگر که قطع و وصل میشه صدای منو دارید و میخواید؟ بله شما صدای من در موضوعی صورت شما اگه صدای منو دارید لطفاً میکروفونتون رو ببندید. متشکرم. میبخشید از من ببندم؟ بله 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 شما ببندید میکروفون رو، من دوباره خدمت شما میرسم. شما میکروفون رو ببندید. خواهد من میهن هستم ببندم. آره ایجا من میهن ببندید. مرسی، متشکرم از شما. آی فدی همینطوری که داشتید به صحبت میکردید ما این اخبار رو به هر حال به شکل گسترده در منابع ویدیویی و به هر حال یوتیوب و رسانه های در حقیقت مردمی همگی شاهدش بودیم و متاسفانه این وقایع بحث اصلی هم اینجاست که این مدیریت نداره اصلا کلن این بحث بحران، یعنی رژیم خودش بحرانزاست در واقع و نمیتونه اصلا کلن در رابطه با بحران های اینچنینی مدیریت کنه قضیه رو، وگرنه این واقعی است که در تمام جهان میتونه اتفاق بیفته و بستگی هم نداره به اینکه جمهوری اسلامی باشه یا جمهوری دیگه. بس بر سر اینجاست که هیچ گونه پیشگیری در این مورد اصلا محاسبه نشده، برنامه‌ریزی نشده و در تمام این دوران اساسا نیامدند اینا یک موقعیتی رو ایجاد بکنن این هلال احمر یا نهادهای مردمی بتونه به موقع خودش رو برای وقوع چنین فجایعی برقال آماده کنه و یک همچین نظامی که اساساً درمانده است در این مورد. بعد این سوال برای مردم برقال پیش میاد که پس چه ادعایی داره در رابطه با رهبری در منطقه؟ در واقع اینجاست که این مقدار سوالات ایجاد میشه در این مورد. دوست دارم نظر آقای منصوران متوجه بشم که آقای منصوران نظر شما چیست و شما اخبارتون در این مورد و تحلیلتون چیست؟ من سلام میگم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و شما دوستان شرکت کننده در میزگرد و مانی عزیز و شما مجید گرامی. منم ضمن همدردی ابراز همدردی با این در واقع فاجعه بزرگ، فاجعه جهانی که مربوط به یک فقط جامعه کردستان و ایران و کرمانشاه نیست، بلکه به طور کلی فاجعه است. منتها خود رژیم فاجعه بزرگتر از همه فجایع هست. خب همه تا به هر حال بیش و کم در جریان اخبار هستیم، میدونیم حداقل کافی است که اشاره که شما کردین بر تاریخ این زلزله و اینکه به طور حداقل در این دوره ما چه شاهد زلزله هایی بودیم که بالای 25,000 و 30,000 نفر تو همین 40 ساله گذشته در فلات ایران رخ داده. خب فلات ایران زلزله خیز هست، یعنی در واقع عمدتاً رشته کوههای زاگرس به طور کلی از خوزستان و فارس و تا کردستان و سراسر این منطقه میگذرده و از اون طرف ترکیه تا بخشی از عراق گذر میکنه، روی گسلهای قرار گرفته که این گسلها در اصطلاح در واقع زمین شناسی و متخصصین گسلهای سیستماتیک و در واقع غیر سیستماتیک میگن که به طور کلی میشه پیشبینی کرد، یعنی هر چندین سال یک بار این گسلها حتی میشه پیشبینی کرد که در سال چقدر فاصله میگیرن، چند سانتی متر از هم دیگه. منم کارشناس نیستم ولی هر حال اندک مطالعه که کردم میشه و همه ما میتونیم به اصطلاح جستجو کنیم و اطلاعات بگیریم که بسیار ساده است که پیش بینی بکنیم که امکان یک به اصطلاح بروز یک گسلی، اتفاق یک گسل چقدر هست. و مسلمه وقتی که دو بخشی از زمین، دو گسل از هم فاصله میگیرن و مثل یک خانه یکی از نصف مثلا زیر یک طرفش خالی کرده باشن،
معلومه که آن طرف دیگرش فرو می‌ریزه و به هر حال بستگی داره که میشه حتی عمق زلزله رو تعیین کرد، زاویه و شعاعش رو مشخص کرد. همه اینها قابل پیش بینی بود. اینکه میگویند به اصطلاح حوادث غیر مترقبه، به نظر من باش موافق نیستم. حوادثی است که درست حوادث طبیعی، اینا برای که به اصطلاح شانه خالی کنند زیر بار مسئولیت حکومت ها و مسئولین، در واقع میگویند نمیشود. در صورتی که پیش بینی کرد و به اصطلاح قهر طبیعت، طبیعت نابیناست، نمیدونم قلب نداره و غیر و غیر، اینطوری نیست. انسان دیگه انسان 3000 سال پیش نیست، یا حداقل 100 سال پیش که نتونه خیلی چیزا رو مهار کنه. ما دیدیم که در ژاپن، در سان فرانسیسکو که زلزله‌های بالای 8 ریشتر میاد و روزانه مرتب زلزله میاد، با 8 ریشتر تلفات جانی کم هست. میبینیم که چگونه مثل آنچنان به نوسان در میان. فقط یک سری قفسه‌ها ممکنه پیش بریزه. پیش‌بینی ها کردن در واقع از طریق به اصطلاح سازه‌هایی که میسازن، کجا قرار بدن اون ساختمانی که قراره و چه جنسی باشه، چه موادی رو با ماتریالی رو با کار ببرن و به طور کلی. و در واقع بعد از همه اینا و شاید قبل از همه اینا، ستادهای بحران که اگه حوادث دیگری رخ بده، مثلا آتشفشان رخ بده، آتش سوزی رخ بده، سیل بیاد مثل آمریکا مثلا، میبینیم چقدر پیش بینی ها میکنن، چقدر به اصطلاح جلوگیری میکنن و آمادگی دارن. خب حکومت اسلامی مسلمه که در بحران زندگی میکنه و در همین بحران ها در واقع یک نوع شوک درمانی هم میکنه، یک نوع در واقع درمان که نه، یعنی مدیریت شوک، شوک به وجود میاره و بعدش برنامه‌ای که میخواد پیش میبره در این شرایطی که مردم دچار شوک هستن و به اصطلاح خب با این آشنا هستیم. به طور کلی حکومت بنابراین حتی انکار کرد اولش که کسی از بین رفته، حتی گفتن دستگاه زلزله سنجی دانشگاه تهران هم خاموش بوده یا مشکلی داشته، برای زد و نقیز گویی کرد. من از این زاویه ماهیت این حکومت مشخصه. خب در نوبت های بعدی امیدوارم من بتونم به بقیه مسائل بپردازم، ولی به طور کلی توی که وقتی ما به بعد از 12 روز، حداقل 13 یا 13 روز بعد از این رخداد فاجعه یا فاجعه نگاه میکنیم، میبینیم که حکومت اسلامی خودش دو تا چیز این زلزله اول روشن کرد. یکی ماهیت رژیم، فریادی که در واقع از زاگرس بلند شد، و یکی همبستگی مردم رو نشون داد. نیروهای مردمی در واقع از کف جامعه روید و چگونه کمک رسانی از همه اطراف و اکناف ایران به اصطلاح به طرف کردستان کرمانشاه گسیل شد. حتی کارگران مهاجر افغانی با تشکیل شوراهای در واقع حمایتی، کامیونهایی که با دسترنج خودشون روزانه اون ظلم و ستمی که بهشون وارد میشه، کامیونهایی رو به اصطلاح گسیل کردن و خودشون به دست خودشون به زلزله زدگان رساندن. متاسفانه وقت نیست و امید است که سپاسگزارم آقای منصوران. و اشاره که کردید درست، بحث ما هم همین است که چرا این دولت ها با توجه به عواقب این مسائل هیچ موقع پیشگیری این کار رو نکردن. یعنی شما اگه نگاه کنید، همینطوری که اشاره کردید به مسئله ژاپن یا مسئله آمریکا یا سایر نقاط، در تمام کشورهای جهان و کشورهای در حقیقت دموکراتیک، اصل قضیه اینه که وقتی یک ساختمانی ساخته میشه، باید مهندسی بشه، باید پرونده‌ای داشته باشه، آرشیتکسی داشته باشه و بعد بیاد اونجا و این زیرساخت این قضیه رو مشخص بکنه که تا چند درصد میتونه جلوی ضایعات رو بگیره. در ایران چون که این پرونده های ساختمانی همش به وسیله بساز بفروشی و رشوه خواری هایی که به خصوص در تهران و شهرستان ها هست، این که همینطوری طرف رو میده و مردم ناآگاه هم به هر حال میخوان در اثر صرفه‌جویی بیشتر، یه بخششون که شرکت ها هستن که دزدی میکنن و حتی خود مردم عادی هم که خونه میسازن به یک شکلای برقال این فرهنگ رو ندارن که طوری ساخته بشه که این فردا رو سرش خراب نشه. مشکل دوم قضیه این هست که در تمام طول این مدت ما تا حالا درس نگرفتیم به هیچ عنوان که آقا این زلزله‌ای که داره برقال میاد، یک مقدار نیروهای ستادهای ویژه‌ای وجود داشته باشه که سریع بتونه وارد کار بشه و بتونه رهبری و مدیریت قضیه رو به عهده بگیره.
در رابطه با همبستگی مردم، همبستگی مردم هم متاسفانه به نظر من هم از یک طرف بسیار بارز و جای خوشبختی داشت، ولی از طرف دیگه خودش به مانعی تبدیل میشه در کمک به زلزله زدگان. شما نگاه کنید تمام جاده ها به خاطر هجوم مردمی که میخوان بیان کمک کنن تمام راه بسته میشه، یعنی عملا هیچ کمکی نمیتونه کسی به کسی برسونه تو این رابطه، چون هیچ مدیریتی وجود نداره و این یک حالتی میشه که لطف بسیاری مایه دردسر میشه در واقع در این موارد این چنینی. و من سلام میکنم به آقای مهر و ایشون هم الان رسیدن توی استودیو با ما هستن. جناب من خوش آمد میگم به شما و ضمن تسلیت در این مورد زلزله اخیر، شما نظرتون رو دوست دارم بشنوم و میکروفونتون رو اگر که باز بکنید ما به سخنان شما گوش میدیم. چشم، با درود به شما و تمام دوستان و هموطنان. خدمت شما عرض کنم من در جنوب کالیفرنیا زندگی میکنم، یه بیمارستان نزدیک خونه ما 2 سال پیش شروع به ساختن، فقط هم 4 طبقه حرکت. این فونداسیونش تیراهناش دقیقا 45 سانت بود، بوتون و اون چیزایی که میگرده زیر زمین تقریبا 1.5 سال طول کشید، ولی ساختمان در عرض 4 ماه تموم شد. بعدش تمامش هم با فلز بود، حتی سقف، حتی پایه ها، حتی دیوارها ریش رشته های فلزی. فرمودن دوست عزیزمون تعجب میکنن چطور در برون مرز جمهوری اسلامی همچین قدرتی داره ولی داخل نیست. شما اگه شوروی سابق رو در نظر بگیرید در تمام رشته های نظامی شاید هنوز هم برتره، شاید هنوز هم بمب اتم بیشتر داره، ولی نان روزانه مردم گوشت میوه رو نداشت بده، همه چی رو میگفت این وسیله لوکس و غیر قابل استفاده است. تا به اینجا جمهوری اسلامی یکش این هست که ایده گسترش شیعه رو به پیش ببره. اصلا مسئلهش مردم نیست، توی 40 سال ما دیدیم شاید خمینی این مسئله رو داشت ولی آدم فاسد و دزدی نبود، شاید، چون من خونه‌شو دیدم 40 متر بود اون جماران. ولی آقای خامنه ای خودش در رأس فساده، پسرش در رأس فساده، تمام سیستم آلوده هستش. وقتی این سیستم اینقدر آلوده هست چجوری میتونه، من 17 سالم آلمان بودم، شاید برتری آلمان ها در اینه که سازماندهیشون تو دنیا بی نظیره، اصلا سازماندهی نداره و این قابل قبول نیست که مردم خودشون، این نشون میده مهر ما رو، این نشون میده که ما هنوز مهر داریم با تفاوت اون چیزهایی که میگفتن. ولی اون نیروی متخصص باید، برای چی همه جا یک پاسبان باید تخصص داشته باشه، یه راننده تریلی باید تخصص داشته باشه؟ همینطور نمیشه هر کی من در آوردی یه کاری از پیش خودش. مردم بس که میدونن این حکومت هیچ عملی در انتها انجام نمیده و همش دروغ میگه خودشون وارد میشن. ولی من این مژده به کردای عزیز دارم، کردایی که همش گله میکنن، از دست همه فارس ها مینالن، شاید فارس در کمتر دست نخورده در یزد و کرمان باشه که هر دو زرتشتی دارن، حتی شیراز هم بیشتر وقتیش زند اومد با خودش لورها رو آورد. ولی شما ببینید همه روشنو کردن به طرف کردستان، همون کرمان، همون بم، وقتی زلزله اومد بالای 50,000 نفر مردن، خواننده بسطامی، فامیلای خانم پوری بنایی، ولی زیاد کسی با خبر نشد. اتفاقا هر ایرانی سمبول خودشو کرد میدونه، کردها میدونه و این نشون میده که چقدر مردم به کردها علاقه دارن. کردها باید حساب حکومت رو با مردم و دنیا باید جدا کنه. مردم ما عاشق کردان، از روز تأسیس این کشور کردها اونجا بودن و پاره از تن ما هستن، حتی کردهای سوریه، ترکیه. این رژیم دشخیم به جای که بره کمک کنه رفت سرکوب کرد و استقلال اونها رو که به نفع ما شاید در شرایط طولانی باشه به هم زد. من سپاسگزارم از شما آقای مهر. و البته یک اشاره بکنم بهتون که در رابطه، لطفا میکروفونتون رو ببندید و این مقایسه که شما کردید به هر حال یک بخشش هم اشکالش این بود که در همون دولت
سوسیالیستی سابق، شما اگر برید ساختمان‌های می‌بینید که بمب اتم هم اینا رو مشکل خراب کنه، ولی به هر حال به درد مردمشون می‌خوردن یه جورایی. این جمهوری اسلامی هیچ گونه کمکی به این مردم که نمی‌کنه هیچ، و حتی اون تحتمه‌ی برغال حقوقشون هم برغال به یه شکلایی می‌دزده و چپاول می‌کنه تا بتونه در این مسئله که مردم رو هر چقدر در فقر نگهداری حکومت دوامش بیشتر هست. چرا؟ چون مردم فقیر اهل انقلاب کردن نیستن، یعنی نمیتونن، در حقیقت راهی به چای ندارن، و به خاطر همین هم هست که اینا رو سعی میکنه که در ناتوانی و آسیب پذیری همچنان نگه داره این رژیم. و اما در مورد زلزله هایی که بیم، بحث هایی که ما میکنیم، بحث زلزله، ما عواقب این انسانی این رو همیشه اتفاقی میفته بعد تازه به فکر فرو میریم. در زلزله بم ما این وضع رو دیدیم، نزدیک به 40,000 نفر انسان کشته شد. نه تنها دولت، حتی بخش‌های به هر حال اجتماعی و اپوزیسیونی مخالف نظام هم هیچ گونه تدارکاتی ندارن برای این حرکت. یعنی این نشون میده که اشکال اساسی در نظام جمهوری اسلامی در فرهنگ این جامعه ما هم نهادینه شده که ما برنامه ریزی دراز مدت اصلا سرمون نمیشه و اصلا با برنامه ریزی ما سر جنگ داریم. یعنی حتی میبینیم هم هر دفعه که زلزله آمده یا اتفاقی افتاده، جریانات مختلف بر این بودن که آقا یه کمیته تشکیل بدیم سریع تا بتونیم کمک کنیم، ولی هرگز نیومدن از قبل یک برنامه‌ای رو بذارن که آقا اگر اتفاقی افتاد ما چگونه میتونیم و وارد معرکه بشیم. و یک مشکل دیگه که ما داشتیم در حداقل در اروپا یا آمریکا، اینکه کسانی که میخوان کمک کنند مشکلشون این بود که آقا این کمک رو چجوری برسونن. اگه می‌خواستی مستقل عمل بکنی، که اصلا جمهوری اسلامی هیچ امکانی بهت نمیده که شما بخوای مستقل وارد معرکه بشی و عمل بشی. خوشبختانه در هلند تعدادی حدود 8 تا 10 نفر از خانم‌های هموطن ما و به خصوص یکی دو نفر از همزبانان خوب افغان ما، اینها آمدند و مقداری کمک‌های بشر دوستانه و انسان دوستانه در حقیقت از چیزهایی که نیاز اولیه این زلزله زده ها بود رو جمع کردن و با خود به کرمانشاه انتقال دادن و خودشون هم رفتن اونجا با هر مشقتی بود به حال این امکانات رو رسوندن. ولی خود این سازماندهی کردن این مسئله هم ما باش واقعا مشکل داریم. آیه فعلی، شما نظرتون در این مورد رو دوست دارم بدونم. میکروفونتون بسته است آیه فعلی. ببخشید، بله. اجازه میدید من یه ثانیه صحبت کنم در رابطه با حرفم؟ بفرمایید. تفاهم. بله ببخشید، من منظورم اصلا مقایسه با روسیه نبود. این نظام واقعا ضد بشریه. من کوبا رفتم، شما تحصیلات رایگان، همه چیز رایگان، مردم مشکلاتی دارن، بیمه، پزشکی، همه چیز رایگانه. در مورد زلزله ژاپن، قفسه ها مشکلی ندارن، فقط 8.1 درجه زلزله اومده بود، یه نفر فراموش کرده بود قفسه هاشو پیچ کنه به دیوار و این قفسه افتاد رو سرش و اون فوت کرد، تنها نفری. و 1 درجه در زلزله این نیست که 1 درجه باره، 30 برابر خساراتش بیشتره، 8.1 تا 7. سپاسگزارتونم این وقت به من. متشکر از شما، بسیار اشاره زیبایی رو کردید. آیه فیدی بفرمایید شما. خواهش میکنم. من ناگزیر اون بحث رو ادامه میدم و پیرو صحبت شما بیاجن که ساختمان هایی که با عنوان مسکن مرف ساخته شده اونجا کل ایران هست، یا من اسمشو گذاشتم مسکن مرگ، این کسایی که در اینجا زندگی میکنن قشر زیر بگم فقیر جامعه هستن، یعنی کسی که دستش به دهنش برسه گذاشت باشه هرگز در این ساختمان هایی که فندانسیونشو با آجر زدن، نمیدونم به جای اون ستون های آهنی که با سیمان سمنت پر میکنن آجر گذاشتن، یعنی هیچ چیزی نداره، خیلی فرمالیته و شاید درشترم یا اصلا هیچ قوامی نداره. این مردمی که اونجا هستن نه از روی ناآگاهی بلکه از روی فقری هست که مجبورن آنجا زندگی بکنن. این یکی از دردهای این جامعه ما هست. اما در کنارش هم میگین جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی خب به هر حال پروپاگاندا داره، قدرتی هم از خودش نداره، اما پیشگیری که نه، ولی کمک به یک تعدادی که حالا در موج حوادث طبیعی قرار میگیرن
برای جمهوری اسلامی که هیچی، برای بدترین دولت، برای هیچ جایی اصلا کار سختی نیست. یعنی حتی در این کار عمدی صورت میگیره، کاری که جمهوری اسلامی انجام میده اونجا به دو دلیل. مناطق ما اونجا سنی نشینه، الحق نشینه، علی الایا هستن و شیعه ها یک درصدی هستن اونجا، منطقه اون قصر شیرین و اون طرف. اون طرف توی این موضوع تو پرانتز هم بگم، مثلا هیچ اشاره‌ای به گیلان غرب نشده، اصلا اونجا ویران شده آخه دیگه، هیچ اخباری ما از اونجا نداریم. و توی حتی تقسیم چادر، تقسیم مایحتاج اونجا باز شیعه و سنی کرده، اینو من با گوش خودم شنیدم. یعنی ابتدا چادرها را به شیعه ها داده. ببین توی شرایطی یک حکومتی که میگن فاشیست، میگن زده انسان، هرچی باشه، اینجا باز تبعیض قائل شده. اما جلوتر که من بیام این قضیه رو به دو بخش تقسیم میکنم، بخش قبل از ورود خامنه ای و بخش بعد از ورود خامنه ای. طی صحبتی که من با مردم اونجا دارم، بسیار راضی بودن تا قبل از اینکه خامنه ای بیاد. یعنی صحبتی که من دیروز داشتم، الان سپاه اونجا رو حالت امنیتی کرده بعد از آمدن خامنه ای، و تمام مردم رفته بودن اونجا، حتی خونه یا سوله‌های رو اجاره کرده بودن و تمام این کمک‌های مردمی که اونجا بود و گذاشته بودن که به خانواده‌ها، به روستاها، خودشون با ماشین‌های خودشون، مردم همت عالی، تا دوستای خود من اونجا کمک می‌کردن. بعد از اینکه خامنه‌ای آمد، سپاه آمده تمام این سوله‌ها رو گرفته و کنترل کامل به دست گرفته. و دیروز که دوستان صحبت میکردن میگفت اصلا یه ماشین آمدن که ما باش رفتیم اونجا، یه آخوندم جلوش بوده، رفتیم اونجا به یه خانواده دو تا نان داده و نمیدونم یه دونه کنسرو ماهی، آخونده گفته که برگردیم پسیشون. این هم که بالای ماشین بوده بود، گفت آقا این مردم دنبال ما میدویدن، یعنی دیگه کلن قطع کردن، گفته هر کسی گشنشه پاشه بیاد دم مثلا محلی که انباری که هست بیاد ببره. در حالی که تا اون 6-7 روزی که خامنه ای نرفته بود، مردم بسیار راضی بودن و واقعا این یاری دهندگان در جای جای میهنمون سنگ تموم گذاشتن و همه جا داریم میبینیم که تشکر میکنن که من این یاری دهنده و یاری گیرنده که دیگران اسم میگن همبستگی، ولی این یک طلاق عاطفی مطلق به رژیم بود که بر پیشانی این رژیم کوبیدن که ما هیچ به شما اعتمادی نداریم. و دزدی هایی که مشاهده شده، فیلماش هست، اومده که کارمندهای هلال احمر قصرشیرین علنا دارن دزدی میکنن و کارتون هایی که هست از دیوار میندازن این، و بسیار واقعا دردناک. در حالی که هیچ جای دنیا شما همچین چیزی رو نمیبینید، وگرنه خود جمهوری اسلامی هم، باز من بیام جلوتر، همون روز اول با دو تا هواپیمای C-130 میتونست این چادرهای که برحال قابلیت تحمل سرما و باران داره به اونجا ببره و بسیار راحت تقسیم بکنه. کار سختی نیست. حتی الان از کسایی که کانکس میخوان میبرن اونجا، ازشون میبرن. کسایی آمدن صحبت کردن، رفتن کانکس های از این بنگاله هایی درست کردن موقت، اونا رو هم باز سپاه میگیره. از همون ابتدای سرکل زهاب استبازرسی های بسیار شدیدی گذاشتن و تفتیش میکنن و هر کسی هم کمکی همراهش باشه میبره. اما کمک ها اونجا هست، خوب هست، منتها از دیروز، از پریروز که خامنه ای رفته، بسیار محدود شده و مردم در مضیقه قرار گرفتن. خب دلیلش هم دقیقا برمیگرده به همون عدم کمک رسانی خود جمهوری اسلامی هست و سازمان های زیر مجموعه ای که هست. اینا میخوان این مردم فقط دعا بکنن دیگه، مثل همیشه. این مردمی که ما اونجا هستیم، و خود من سالها و 33 سال اونجا من زندگی کردم، تحقیر و تبعیض لحظه لحظه زندگیه. و شما فکر بکنین الان جایی مثل گیلان غرب، قصر شیرین،
سرپل زهاب، دشت زهاب، ازگله، این یه جاهایی هست شاید به گوش خیلی هموطنان ما واقعا نخورده. فقط یک لحظه فکر کنید این مردمی که دامدار بودن، دو تا گاو داشته، دو تا چند تا گوسفند داشته و زیر آوار مردن و از اون طریق ارتزاق کرده و الان از کجا باید بیاد بخوره؟ چه هیچ تضمینی نداره زندگی اینا. از طرف جمهوری اسلامی هم هیچ ساپورتی از لحاظ بیمه چیزی نداره. از طریق همون چیزهای محلی که میارن بازار میفروشن به این صورت بوده، همه با درد زندگی کردن ولی بسیار کم توقع. ولی آمدن گفتن به من این مجموع اطلاعات رو سریع من به شما منتقل میکنم که دوستان بدونن. مثلا آمدن گفتن برای کسایی که خونهشون در شهر ویران شده 35 میلیون تومان، اونی که در روستا خونهش ویران شده 25 میلیون تومان. وقتی که رفتن که با وام 4%، وقتی که مراجعه کردن گفتن نه، همونی که تو شهره 25 میلیون میدیم، اونی که تو روستا 15 میلیون میدیم، منوط به این که ما این وامو میدیم شما دیگه حق ندارید دست به خونتون بزنید، ما میایم آهن و مصالح و درب و پنجره هست همه رو خودمون میندازیم رو زمین، صافش میکنیم، میبریم، بعد این وامو به شما میدونده که در واقع یک معامله داره میکنه، وگرنه همون آهنا رو خودشون به تو بخوان با اون آجرها میتونه خونه رو بیارن بفروشن، از اون وام 4% که میدن بیشتر میشه. متاسفانه اوضاع بدی اونجا حاکم هست و برق قطع، آب قطع، هنوز هیچ کاری انجام نشده از طرف اینا و به نظر من نه که نتونن و از به صورت به خاطر عمدی هست این قضیه، نه این که نتونن. خواهش بسیار ممنون از شما. البته خب بحث اصلی ما این هست که مشکل اصلی در رابطه با این اوضاع احوال نبوده یک مدیریت درست و سازماندهی در تقسیم این کمک ها به مردم زلزله زده است. یعنی اینکه هجومی که میارن و بدون برنامه ریزی اساسا در توزیع اینها با مشکل مردم مواجه هستند. جمهوری اسلامی که هدفش مشخصه، اساسا میخواد مردم رو در فقر و بدبختی نگه داره تا بتونه همیشه اینا دنبال این مسائل بدون. آیا منصوران در رابطه با این که آیا سازماندهی مردمی در این کمک رسانی ها تونسته در مقابله با این رژیم خودش رو طوری نشون بده که به هر حال یک گام مردم به جلو و رژیم به عقب نشینی واداره، نظر شما چیست در این مورد؟ ضمن سلام دوباره، دقیقا مهم همین است. یکی از در واقع بازتاب های درخشان این در واقع وضعیت از دل این فاجعه که یک نوری وضعیت در واقع دیده شد، حضور مردم هست. یعنی شکلگیری در واقع شکل بنیادها یا همبستگی های مردم بنیاد که عمدتا از همون تویی دستا، کارگرا، زحمتکشا و در واقع حکومت شونده ها بودن، نه حکومتگران، از سراسر ایران اومدن در برابر دو شایعات بسیار ضد انسانی. یک طرف ناسیونالیزمی که دامن میزد که ببینید فارسا مثلا هیچ گونه عکس العملی نشون نمیدن، و از اون سوی به اصطلاح خود حکومت تلاش میکرد که نشان بده که کردستان تنهاست، این منطقه هرچه تنهاتر و ایزولتر نگه داره، در سرکوب نگه داره. و همین حرکت مردمی از سراسر ایران، زنان داوطلب، حتی در همین به شکل ناچارن لابلای همین به هر حال کریدورهای حکومتی که سعی کرده بود فیلتر بکنه و افرادی رو مثلا طریق حلال عمر بفرست و غیره، انسانهایی بود که پرستار، کمک پرستار، داوطلب که پیوستن و با اون ریسک کردن رفتن در اون شرایط. اگه برگردیم به هر حال این پاسخ روشنه. با هر کدام از مردم در واقع سوگوار و زلزله زده صحبت میشه، در واقع تایید میکنن، تاکید میکنن که مردم بودن که به دادشون رسیدن، در کنارشون هستن و بیش از همیشه این همبستگی، این یگانگی نشان داده شده، بسیار مهمه. و رژیم هم از همین زاویه بود که عکس العمل نشون داد.
دو تا راهکار به کار برد، یکی اینکه منطقه رو میلیتاریزه کرد، یکی اینکه راهزنانی رو که از جاش‌ها بودن، جاش‌ها یعنی سرسپردگان و مزدوران حکومتی که از بین خود شیعیان یا سنی ها یا به هر حال حالا مذهبی ایدئولوژیک منظورم نیست، به هر حال از بین کسانی که خودشون رو به حکومت فروخته بودن و مسلح هستن، سر گردنه ها و راه ها رو به سلاح از کاروان ها و ماشین ها افرادی که به کمک میشتافتن، اینها رو به سلاح از حرکت باز ایستاندن و غارتشون کردن و روبه وحشت ایجاد کردن، گوشواره زنان در آوردن، تلفن های موبیلشون دستی هاشون از دستشون گرفتن و غارتشون کردن. در واقع کسانی جز سرسپردگان و مزدوران حکومتی و سپاه نیستن. از دو زاویه، یکی این که باز همین اندک کمک ها رو در انبارهای خودشون ببرن و از طرف دیگر وحشت ایجاد کنن و رابطه بین مردم و شکل‌گیری همبستگی سراسری رو مانع بشن. از طرف دیگر دیدیم که موضوع مسکن میر، من دوست دارم که اشاره بهش بکنم، در واقع مسکن همطور که دوستمون گفت تله های مرگ هست این مسکن میر، گرچه الان افتاده و در واقع به موضوع تبدیل شده بین دو بخش حکومتی، باندهای سپاه و دولت که ظاهرا روحانی و معاونینش افشاگر مهر شدن، مسکن مهر شدن، و از اون طرف داردسته خامنه ای و باند سپاه. دیدیم که خود دست راست خامنه ای که همیشه پشت سرش هست، سردار وحید حقانی به اصطلاح، این چند روز پیش که در کردستان بود حتی با ناسزاگویی به معاون روحانی گفت که خدا لعنتش کند تخم لقی رو که به هر حال به دهان ما انداختین که مسکن مهر هیچ گونه به اصطلاح چیزی نداره، اینجا دخالتی نداره. در صورتی که مشخص شد که اولا که مسکن مهر که صاحبانش یعنی سرمایه‌دارای هستن اساساً، که همون مسکن مهر بسیج سرداران سپاه و امنیتی و برحال همانایی هستن که تقریبا بیشترین بخش اقتصاد و قدرت اقتصادی رو در قدرت خودشون دارن. معلوم بود که هیچ خودشون افشاگر خودشون هستن، یعنی هیچ مهندس ناظری از سوی واحدهای به اصطلاح نظارتی مهندسی نکرد و مانعشون شدن. به هر حال برای که ارزون هم تموم بشه 600 متر 600 هزار تومان رو به 300 هزار تومان حساب کاهش دادن، یعنی با اندک در واقع مصالح بسیار آسیب پذیر اومدن این وضعیت رو به اصطلاح چند دیوار رو بالا بردن و تله های مرگ شد برای مردم. و متاسفانه در سراسر ایران این خطر هست و فاجعه بار خواهد بود. در یک جایی که شهر 20 میلیونی تهران که روی آب قرار گرفته و روی گسل زلزله قرار داره، و اگر اتفاق بیفته، و همیشه با اگر آرزو آرزوهای ما نیست بلکه متاسفانه خارج از آرمان های ما هست آرزوهامون، ممکنه در هر جای ایران این فاجعه رخ بده، ببینید در شهرهای بزرگ و فاجعه بزرگی باعث میشه. بنابراین متاسفانه چون زمان کم هست، گفتنی بسیار هست، عرض کنم که این موضوع زلزله نیاز به این داره که بیشتر به اصطلاح کارشناسی بشه، روش صحبت بشه. نقش خود رژیم الان حضورش در منطقه گویای این هست که از همبستگی میترسه، اگه من خلاصه بکنم، و از این که به اصطلاح اعتراضهای مردمی شکل بگیره، شوراهای همیاری بین مردم شکل بگیره و به هر حال اوضاع دست رژیم بیرون بره. متشکرم آقای منصوران. و دقیقا همین هم هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که با ارگانهای سرکوب جلوی این ارتباط مستقیم رو بگیره از همون روزای اول، یعنی اگر اجازه میداد این کمک ها به همون روز اول برسید، این رابطه هم که خیلی ها اتفاق افتاد و این ارتباط هم برقرار شد، ولی بعدن در واقع مانع تراشی کرد و راه ها رو بست که این مسئله صورت نگیره و بتونه خودش به شکلی ابتکار عمل رو در دست بگیره. هرچند که این رژیم اساسا هر گونه فاجعه اینطوری اتفاق بیفته سعی میکنه به سود خودش به کار بگیره، کما اینکه این زلزله اخیر داشت جلوی در حقیقت اون زلزله سیاسی مال باختگان رو که هر روز به تظاهراتی در خیابان ها منجر میشد رو
تحت شعاع قرار بده به یک نوعی، و این زلزله باز توانست به یک شکلی مسئله میلیتاریزه کردن غرب کشور رو باز تحت شعاع قرار بده. یعنی با این بهانه زلزله تمام نیروهای سرکوبگر رو گسیل کرد به منطقه کردستان، و چیزی که از قبل هم در حقیقت جابجایی رو صورت داده بود، و مثل درست جنگ به هر حال. و این موضوع رو من دوست داشتم آقای مهر برای ما توضیح بدن که این واکنش این زلزله در بین ایرانیان مقیم آمریکا چگونه بود. به هر حال در اروپا هم که ما یک سری حرکت‌های دیدیم، در سوئد بود، در انگلیس، در هلند، در آلمان، و کمک‌های توسط پناهجویان یا به هر حال ایرانیان مقیم این کشورها صورت گرفت. و می‌خواستم ببینم که در آمریکا دوستان هموطنان عزیز ما در آمریکا چه اقداماتی رو انجام دادن در این مورد. در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم با جاهای دیگه تفاوت زیادی نداشت، ولی چون آدمای شاید مطرحی مثل هنرپیشه‌ها و ورزشکارا هستن، اینا در جاهای بخصوص اقدام به جمع‌آوری، چون مشکل از اینجا جنس فرستادن اصلا خیلی مشکلی، یه بسته من خواستم برای خانواده‌ام بفرستم خیلی کوچیک، 4-5 بار برگشت، آخر گفتن اینها بهانه میگیرن به ایران چیزی نره، ولی پول جمع کردن و میخوان پول رو بفرستن. خدمت شما عرض کنم من حدود 4-5 سال پیش، من اسمم فرهاد میهن هستش، مهر نیستش، فرقی هم نمیکنه حالا من کی هستم، توی وایس آف آمریکا گفتم این مملکت که این همه حادثه آمادگی حادثه دیدن رو داره، زلزله میاد هر سال، هر چند سال یک بار فاجعه هست، باید حداقل 4 نقطه این مملکت، مثلا سیستان و بلوچستان، اهواز، آذربایجان، خراسان و یه دونم در مرکز مثلا اصفهان، ستادهایی باشه، آدمایی باشه که متخصص باشن در رابطه با این کار، وسایل داشته باشن، بودجه در کنارشون باشه، یعنی جرثقیل، لودر، این چیزها رو داشته باشن، غذا، بسته ها، آب، یه نیروی کاملا متخصص و با سرمایه در دست خودش اقدام به شروع بکنه برای نجات یا کمک کردن به صدمه دیدگان. اما از نیروی پاسدار شما چه توقعی دارید؟ اینها فقط نشستن یه قراردادی بشه، یه پول هنگفتی توش ببرن. ببین کشور رو خوش کردن، انقدر چاه عمیق زدن، دریاچه ها، تالاب ها، دریاچه ارومیه رو از بس دوره ورش با سیب کاشتن و چاه زدن خوش کردن. بقیه جاها رو اگه شما مطالعه کنید همش میبینید بزرگترین رودخانه کشور کارون رو با میلیاردها اختلاس و دزدی اومدن درست از روی نمک بردن، و اون آبی که تقریبا 50% آب خوزستان و شاید تا اصفهان رو تامین میکرد تبدیل به آب شور کردن. اینها که دلشون برای مملکت نسوخته. شما تو همین زلزله ببینید، حالا ارتشی ها هرچی هستن از مردم هستن، از طبقه فقیرن، توی مقطعی میان میرن تو ارتش، و اون چیزی که ته فکرشونه حفاظت از وطن، از هموطن هست، ولی اینها شیعه و دزدی در ته فکرشونه، ابدا این قصدشون این نیست که مردم را حمایت کنن، برای سرکوب آمادن. حالا دقیقاً هم که گفتن ما فقط برای حفظ از انقلاب هستیم، ارتش برای مرزها هستش دیگه، رو دروازه رو کنار گذاشتن. ولی شما میگین مردم ایران اعتراض، دیگه این دفعه راحت دستشون رو کردن توی جیب مردم، یعنی پولی که مردم گذاشته بودن توی بانک ها سپردشون و پول اونا رو راحت برداشتن خوردن. دوزها توی ایران بانک نمیزنن، بانک افتتاح میکنن. اینو من چند وقت پیش گفتم، حالا کسان دیگه هم میگن. اینها ابدا به هیچ نه به فکر نه ایران هستن نه ایرانی، به فکر اینا تا آخرین لحظه، خودشون هم میدونن دیگه آخرین روزهاشون است، از به همه لحاظ تمام شرایط جهانی آماده است پولها رو ببرن. من اینجا سر کار داشتم با دو تا بچه، پسر بچه‌ش 17-18 ساله بسیجی، ببینید 6 تا ماشین خیلی گرون مثل بنتلی، مثل فراری در جلوی خونه‌شونه، اصلا سوارم نمیشن. شما دیگه حساب کنید تک تک اون پاسدارای بزرگ، اون سردارها چقدر دزدی دارن. من فکر نمی‌کنم که ولیعهد به اندازه یه دونه از این
پاسدارها ثروت داشته باشه. دیگه اینها هیچ رحمی در کارشون نه. از نیکاراگوآ، اندونزی گرفته تا مالزی و تمام دنیا هم پولاشون رو بردن راحت، اگر خبری بشه راحت زندگی راحتی فردا داشته باشن. مرسی. من وقت میدم به بقیه. متشکرم از شما. خب البته این طبیعی ثبته. من یه تذکر بدم که من فکر نمی کنم که بس فقط شیعه و سنی باشه، چون به هر حال اگر بس شیعه باشه اکثریت این جامعه ما خب شیعیان تشکیل میدن، ولی میبینیم که بسیارشون هم زیر فقر و بیچارگی دارن دست و پا میزنن و اساسا جمهوری اسلامی بحث طبقاتی است و بحث این که عده‌ای در حقیقت توانگر و ثروتمند و در کنارش اکثریتی باید زیر دست پا له بشن و اصلا مهم نیست که از کدام قوم و طایفه و ملیتی باشن. بس بله ببینید اینا خودشون معذرت میخوام ابدا این بحث نیست، فقط بحث خودیه کسانی که دوره بر آخوند هستن و غیر خودی. بله. تمام همون منطقه شیعه فقیرن، مگه یه مدرسه بالا سرشون نیست؟ نان برای خوردن ندارن، آب برای آشامیدن و هوا برای تنفس ندارن. بله ابدا. فقط اون دوره بر خودشون، هیچ فرقی نمیکنه کرد باشی شیعه باشی. بله من وقت به دیگران میدم. به هر حال این مشکل عمومی است و امیدواریم که با مردم در داخل با سازماندهی مستقل از حکومت بتونن به یاری همدیگه بشتابند و بتونن در یک اتحاد گسترده. به هر حال ما احتیاج داریم به یک وضعیت ویژه در شرایط فعلی و ایجاد یک آلترناتیو که بتونه جایگزین این رژیم هیولای مذهبی بشه و بتونه این رو به عقب بنشونه و به یک نوعی به هر حال نوید سرنگونی و اتمام این فجایعی که در این 40 سال گذشته بر مردم تحمیل کردن رو ما داشته باشیم. من تشکر میکنم از تمام دوستانی که در این برنامه ما رو یاری کردند و امیدوارم که به زودی دوباره در خدمت شما دوستان باشیم و خبرهای بهتری داشته باشیم در رابطه با وضعیت داخل ایران. تشکر میکنم از شما و از بینندگان. آقای آژنگ من فقط در 30 ثانیه یک خواهش میتونم داشته باشم؟ بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. مهم اینه که ما دوتا معضل الان در منطقه داریم اونجا. یکیش اینه که بسیاری از کسایی که خانواده هاشون از دست رفتن و تنها موندن، تا حالا 5 یا 6 مورد ما خودکشی داشتیم و در اونجا ما الان نیاز به حضور روانکاو و به هر حال روانپزشکی داریم که در میان مردم باشه. حالا اگه کسی صدای منو میشنوه لطفاً امیدوارم این تقاضا رو، این کمک رو به حس انسانیت بتونه انجام بده. و الان نیاز مبرم ما نیازهای در اونجا طویل مدت هست. امیدوارم مردمان با کمک‌های نقدی خودشون از طرف افراد معتمد و نه غیر دولتی، چه در خارج از کشور. من بسیار خوشحالم که دوستان از کانادا حتی با من تماس گرفتن و از طریق به هر حال راه‌های ارتباطی که داشتن تا اونجا که از دستشون اومد کمک‌های مالی داشتن و منم رسوندم. امیدوارم مردم در داخل چه در خارج این کمک‌ها رو از طریق افراد معتمد در داخل به صورت کمک هزینه‌هایی که واقعاً از لحاظ هزینه‌های زندگی درآمد الان زیر صفر هستن و مردم هیچ منبع درآمدی اونجا ندارن و من دقیقاً کسی که صدای منو میشنوه از یاد نبره، تمام نشده زلزله، هنوز زلزله نه. هنوز اونجا ادامه داره، الحمد زمینش هم میلرزه، دل مردمش هم از واقعا از چه باید کردیم چگونه درآمدی به دست بیاد. از ببخشید حتماً و من هم یه خدافظی کوچیک بکنم، سپاسگزاری کنم به نوبه خودم از دعوت من و بگم تنها و تنها راه نجات آزادی همه چی فقط سرنگونی این رژیمه. به هیچ وجه رژیم اصلاح بشه نیست. کسانی که میخوان رژیم رو اصلاح کنن فقط میخوان در رژیم باقی بمونن. سپاسگزارتون هستم. آقای منصوران شما هم اگر که صحبتی دارید در چند ثانیه یا 30 ثانیه لطفاً بفرمایید تا ما دیگه به برنامه پایان بدیم. متشکرم. فقط خواستم من ضمن تایید صحبت‌های دوستان این که با راه‌های هنوز هست برای یاری، راه‌ای هست که خارج از حکومت، هلال احمر و باندهای حکومتی میشه مستقل به هر حال هست کمک کرد، رفت تماس گرفت
نیروهای فعالین جنبش کارگری چپ سوسیالیستی آزادیخواه هستن در اونجا و همین سازماندهی ها بدون حضور افراد پیشرو غیر ممکنه. به هر حال امید باید ایجاد کرد، امید و بیدار کرد بین مردم و هر کسی هر کمکی باید در این مستقل انجام بده. قد من خواستم که گزارشی بود که اشاره بکنم برای تخریب کل اون به اصطلاح منطقه، تغییر روانی فرمانده یگان حفاظت جنگل ها و مراتع چند مدت پیش میگفت که اگر اعلام کرده بود که از سال 85 تا یک سال پیش حدود 46% از کل پرونده های تخریب و تصرف در منطقه زاگرس یعنی 11 استان نزدیک 50% از کل پرونده ها مربوط به در واقع تخریب هست، یعنی اینکه به طور کلی خود حکومت با سوزاندن جنگل ها، صاف کردن زمین ها، به هر حال با تخریب داره به اصطلاح کل جامعه رو ببینید این منطقه رو تخریب میکنه و سیاست های تخریبگری و ویرانگری خودشو ادامه میده. به جز سرنگونی انقلاب این رژیم راهی نیست برای پایان دادن به فجایع. سپاس از شما و با تشکر از دوستان که در برنامه ضبط ما رو همراهی کردند، از شنوندگان عزیز رادیو مانی جدا میشیم و تا دیداری دیگر روزتان خوش. سپاس از همگی. سپاس از شما. ممنون. درود.